سلام، من آزادم. به کانال من خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. با همدیگه آهنگای خوب گوش کنیم. آهنگ من کیم هیچکس و فدایی که خیلی نوشته بودید و مثل اینکه خیلی آهنگ محبوبیه، این آهنگ مال آلبوم مجاز هستش و اول قرار بوده که به صورت یه سینگل ترک بدن بیرون، ولی بعد تصمیم میگیرن که توی آلبوم مجاز بذارنش و خودتون میدونید که آلبوم مجاز نزدیک به 9 سال طول کشید بیرون اومدنش و خب مدت ها منتظر موندن همه تا بالاخره این آهنگ ریلیز شدش. کاور فوتو برای فکر میکنم تمام آهنگای این آلبوم دقیقا همین یه دونه هستش و فوق العاده چیز جالبیه. بچه من قبلا یه بار سر آهنگ قاضی منو دوست داشت در مورد این صحبت کردم، ولی خیلی ذهنم درگیرش شد. یه خیلی مفهوم پیچیده‌ای داره. خیلی نگاه کردم، سعی کردم ازش بیشتر چیزی درک کنم. تعداد زیادی آدم توی این یه چیز پیچیده‌ای می‌بینیم و این رشته‌هایی که بیرون اومده، اگه دقت بکنیم مثلا توی این سمت راستیه یا این وریه سمت چپیه، این رشته‌ها از خود آدما بیرون اومدن و داره نشون میده آدم‌ها توی یه تارهای در هم تنیده‌ای گرفتار شدن که خودشون ایجاد کردن. حالا این میتونه مشکلات، سختی‌ها، ناراحتی‌ها، همه این چیزایی باشه که آدما خودشون عاملشن. بعد یه عالمه هم مثلا یکی دوتا حیوان هم این وسط میبینیم، دوتا فکر میکنم شبیه بوزه یه همچین چیزاییه. میخواد بگه که انگار این حیوان هم گرفتار شدن توی این وضعیتی که آدم ها ایجاد کردن و اون وسط اونی که دوتا شاخ داره مثل یه دیوه که دستش رو انگار دراز کرده میخواد یکی از این آدم ها رو بگیره. انگار که مثلا میخواد بگه که این در هم تنیدگی هایی که انسان ها ایجاد کردن یک دیوی درست کرده که دشمن خودشونه. و نکته خیلی جالبتر توی این سکه ها هستن. من دفعه اول که دیدم متوجه نشدم که اینا سکه هن. بعد که دقت کردم اینا سکه های طلا هستن که آدم ها دارن سعی میکنن اینو بگیرن. مثلا خیلی جالبه اون پایین سمت راست یه آدمی که سرش رو از دست داده ولی باز با دستش دنبال اون سکه هست، میخواد بگه آدم ها دنبال پول و اینان. و اون بالا هم سمت راست یه آدمی دیگه یه گرفته و میخواد سرش رو ببره، یه خنجری دستشه، میخواد در مورد بدی ها و ظلم ها و جنایت های آدم ها صحبت بکنه. ولی در مورد این اشکال چند ضلعی قرمز چیزی به ذهنم نرسید، یعنی هر چقدر فکر کردم نتونستم متوجه بشم که این چیه که حالا مثلا یه نوک خیلی تیزی هم داره. اینو شما اگه برداشتی ازش دارید برای من بنویسید که منم متوجه بشم جریان این چیه. ولی فوق‌العاده است این کاور فوتو. یعنی یه بار دیدم چه کسی اینو درست کرده، الان اسمش یادم نیست، ولی واقعا حرکت عالی زده، خیلی خوشگله. حالا بریم سراغ آهنگ من کیم. 5 دقیقه و 54 ثانیه آهنگ. احتمالا میخواد در مورد خودش حرف بزنه دیگه، میگه من کیم. بریم. قطره ای از باده های آسمان، این جهان زندان و ما زندانیان. کفر کن زندان خود را وارهان، آدمی مخفیست در زیر زبان. من نمیدونم این آقایی که داره این نریشن رو میخونه کیه، مثلا شخص خاصی، شخص معروفیه یا نه، ولی چقدر قشنگ بود گفت آدمی پنهان در زیر زبان. خیلی نریشن جالبی بودش. اگه میدونین که کینو خونده برای من توی کامنت ها بنویسید. این زبان پرده است بر درگاه جان. من کیم؟ اونی که بمب کنده همه خوردن و نمده، تیز و تنده نباشم مهم نیست و بلند میشه دوده کنده. خیلی ها همه زندگیشون داره من میچرخه، شیرینی خورشید حجه عمره. بدخواه مرمور میشه پوستشون با جمله، پوستشون مثل پوست مرغ منو میبینن و خود خود میکنن. خود تر از زبون مرغ ما چی دنگه خوده. هر کی رو با هم مقایسه کنی مثل ماهی تو تنگ حاجی، مثل کوسه تو عمق لقمه. خب من فکر میکنم که قراره تو این آهنگ از خودش تعریف بکنه، چون تا اینجا که اینجوری بود داره میگه که همه
ماهی تو تنگن ولی من کوسم. از عظمت خودش داره میگه. اونجا چه بامزه با کلمه قد و قد قد و اینا بازی کردش. میکنه هر کیو که کلش بده به قرمه. هر کی کلش بده بوی قرمه. بچه یادم نمید اینو توی دیسترکی اینو شنیدم که یه رفرنسی زدش به این قسمت، الان یادم نمیاد کدوم آهنگ بوده. تو تنگ حاجی مثل کوسه تو عمق لغمه، میکنه هر کیو که کلش بده به قرمه، میذارم تومه. خیلی ها توی دامه تو چی؟ این یه هشدار دیگه است. خیلی ها میخوان عین من باشن، فکر میکنن الفام سر کار میمونن، اتر سفید میکنن و میشن مثال جیم میشن تا میشن و سر پام. خیلی سادن اصلا من چشه کسی که رب گوش نمیده. کیم اصلا فرق نمیکنه زندم یا بچه گفتش که من تو چشم کسی که رپ گوش نمیده کیم. من یه مطلبی خوندم در مورد هیچ کس، خیلی مطلب جالبی بود. حالا اگر دوست داشته باشی میتونم براتون اصلا یه ویدیو در موردش درست کنم. توی قسمتش اشاره میکردش که هیچ کس کاری کرد با موسیقی رپ که موسیقی رپ از بین یه جمعیت خیلی کوچیکی که این موسیقی رو گوش میکردن گسترش پیدا کنه به سطح جامعه، و این پیشرفت موسیقی رپ رو مرهون هیچکس هستن. یا مرده یه آدم معمولی که فهم میکنه برده، ولی حقش و نظام خورده. جزی از کل یه موش آزمایشگاهی تون میرم تون، ولی در جا میزنم به مقصد، میزنن از طریق مجری دست پر. کانالو عوض کن اگه دنبال فسفوری، این یکی ماهی نداره. وقتی به جز سلام داری چاره ای جانی نداره، هیچ دادگاه قاضی نداره، منم یه قربانی که پارتی نداره. تتلو میگفت شهر ما قاضی نداشت، قصاب بود، هیچ دادگاهی قاضی نداره. هیچ چاره ای جانی نداره، هیچ دادگاهی قاضی نداره، منم یه قربانی که پارتی نداره. شادی نداره، حالی نداره، هیچ فرقی با آدم های عادی نداره. به حول بدیم ماشین باتری نداره، یه پیکان فرقی با آردی نداره. خب داشت از خودش تعریف میکرد و میگفتش که مثلا همه میخوان مثل من باشن، جای من باشن، من خیلی بزرگم، ولی در این حال داره اشاره میکنه منی که اینقدر بزرگم تو چشم خیلی ها دوست دارن جای من باشن، در این حال داره از مشکلاتی که جامعه براش ایجاد میکنه هم میگه. اینکه چون پارتی نداره کارش را نمیفته، نمیتونه به اون جایی که دوست داره برسه، پس داره میگه من خودم برای خودم تلاش کردم و به یه جایی رسیدم، ولی جامعه منو از اون جایگاهی که باید بهش برسم خیلی دور نگه داشته. فرقی با آدم های عادی نداره، به حول بدیم ماشین باتری نداره، یه پیکان فرقی با آردی نداره. پیکان فرقی با آردی نداره. پیکان مثل این که چی؟ آردی موتورش پیکان بوده. من کیم؟ یه جونه بری که با طبیعت قهره، بره جمعیت شهرش، واسه زمینم زهره او کرده جب و شهیدن گرمش، آرزوی حیوانا اینه بشر منقرض بشه تقریبا نسلش. من کیم؟ بچه ها اینجایی که گفتش آرزوی حیوانا اینه که بشر نسلش منقرض بشه، شنیدین این جمله معروفو که میگن جنگل ها قبل از انسان ها بودن و بیابان ها بعد از انسان ها به وجود اومدن؟ اینجوری که بشر داره به کره زمین ضربه میزنه، واقعا فکر میکنم اگر حیوانات میتونستن بگن شیطان کیه، میگفتن شیطان انسانه. من خودم جز اون کسایی هستم که آرزو میکنم نسل بشر منقرض بشه، و فکر میکنم مثلا هیچ بشری رو نباید به این کره زمین اضافه کرد، چون بشر فقط به طبیعت و به حیوانات قبل از انسان ها بودن داره ضربه میزنه. خیلی موافقم با این حرفی که زد. کسی که گوش با دو تو گوش که به هیچ کی نمیده گوش، کرم یه کله پوش نداره تو شست، یه ذره هوش پوش در میاد وقتی میمیره، بعدش هم میزنه کرم، میگی به پوش شوش نزن که نمردم نزن انسان نه انرژی، این بدن زندان هم سپرتی رو کره ای که پر نکته است، جلو چشم با گنده است ولی جلو. میگه انرژی و یه چیزی در مورد انسان گفت، یه زبزم اقل این بدن زندش هم میزنه کر، میگی به پوش شوش نزن که نمردم نزن انسان نه انرژی، این بدن زندان هم سپرتی رو انسان نه انرژی و این بدن زندان. بدن زندانیه برای ما آدم ها که تا زمانی که زنده هستیم و درگیر این جسم هستیم نمیتونیم از این کالبدمون بیرون بیایم، ولی وقتی که میمیریم و این بدن رو کر میزنه، این ماده تبدیل به انرژی میشه، اون روح آزاد میشه، احتمالاً بعدش اتفاقات بهتری میفته. فهم کارم منظورش این بودش. کره ای که پر نقطه است، جلو چشم گنده است، ولی جلو خورشید نقطه است، کوچیک و پس، یکمک اکشان دورشی عمرم ببینیش خورشید چی شد بس. حتما اینو دیدین توی حالا مطالبی که در مورد کهکشان و ستاره شناسی و ایناست، این عظمت خورشید و کره زمین و کل کهکشان راه شیری در مقابل این
اون دنیای لایتناهی که اون بالا هست هیچه. یعنی میدونین کهکشان راه شیری ما هم یکی از کهکشانهای چندین کهکشانی هستش که وجود داره که هزاران و میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن و انقدر اونا بزرگ هستن که ما که فکر میکنیم کهکشان راه شیری خیلی بزرگه، کلش در مقابل اون هیچه. چه اشاره های جالبی داره میکنه توی این آهنگ، بیا چه مفاهیم قشنگی داره اشاره میکنه، یعنی کلمات سطحی نیست. خورشید کو پس میکم که اکشان دورشی عمرم ببینیش، خورشید چی شد پس ریز دیدیش نه، این دنیا برم دیگه بر نمیگردم، دو طرفه نیست بلیتم مچ پیش بریم ممیختر میشه، آره خیلی پیچیده است، من کیم که توی لحظه همه چی هستم ولی هیچی نیستم هیچ کس هیچی نیستم هیچ کس. از بچه ها سوال کردم که چرا لقبش هیچ کسه و برام نوشتن که چون خودش رو یه آدم خاکی میدونه که میگه من هیچ کس نیستم، اینجا پس اشاره کردش به علت لقبش. کیم یه دیوونه که هیچی نمیدونه، من کیم یه دیوونه که هنو هیچی نمیدونه. آدم هر چقدر بیشتر به این دنیا و فلسفه پیدایش و زندگی و اینا بیشتر فکر میکنه، بیشتر میفهمه که اصلا هیچی نمیدونه و در نتیجه دیوونه میشه. یعنی شما هر چقدر بیشتر فکر بکنی بیشتر دیوونه میشه. فکر میکنم کورس هم منظورش اینه. من کیم یه دیوونه که هیچی نمیدونه، من کیم یه دیوونه نمیدونه. فدایم گلادیاتور ادبیات کارا میاد میشنوه ترا میگه ای ول سنگین تر شعر را ترافیک همت در دیوارا به گرافیتی زندن خیابونا لفظامو حفظن قافیه شمار سریال تو پل دوتا دوتا میکشن بهم میگن جنرال دو گل دوها شعار حالی میمکشیم اگه میخوا فامیش جوونم ولی پیر کار دنیا توپ زیر پا میرم چرا سینه چاک با دیده باز بینه قاب مکیم اون که هر قانونی میدید لقل میکرد نمیشه بود توی اقلیت نه این شاعر جیر خار نکه نبود طرف زور ما نرفتیم زیر بار ترجیح میدم یه گرگ وحشی باشم تا شیر رام یاور همیشه مومن نره بیقه نیمه رادی بود یاور همیشه مومن. کسی هستش این آهنگو نشنیده باشه؟ چه تلمیح باحالی زدش این وسط به آهنگ یاور همیشه مؤمن داریوش. اگر یک درس در جز کسایی هستین که این آهنگو نشنیدین حتما برین این آهنگو گوش کنین، فوق‌العاده است. ترجیح میدم یه گرگ وحشی باشم تا شیر رام یاور همیشه مؤمن نره بیقه نیمه را دیوونه ای که بستنش ولی میشکنه شیشه باز باهنه یه پنجره آبی حساب ولی نیمه جان یه مجد مغزی در شستی در گیرم و تقویم شمسی دی سرزمین رو نقطه صفر مغزی یعنی کلن مهم نیم من کیم حالا هر کی باز جامعه یه تهدید از عوامل غربی کله سیاه از توابع شرقی حاصل خیرات جمعی خوشمرا مثل تختی بدن تر از علی پروین ولی فنی بددهن‌تر از علی پروین. آیا اینو خوب اومد واقعا فدایی دیگه وقتی میخواد بیادب باشه دیگه بد بیادب. علی پروین خیلی باحال بود. عقی حاصل خیرات جمعی خوشمرا مثل تختی بددهن‌تر از علی پروین ولی فنی ما کانون سرخ تربیت اصلاح شده با تیغ تبعیض بوی باروتی میای مظلول گرمی محصول جنگیم لای ارزونی ها خوب بگردی تو حراجی ها یه ایزدی تو بیتونه و آبی ها منجیلم با همه اهالی هاش صدای بزن منجیل با همه اهالیاش. خیلی سال پیش فکر میکنم نمیدونم سالهای 60 اینا دقیقا سالشو نمیدونم یه شدم دیرتر بعد از اون یه زلزله خیلی وحشتناکی توی منجیل و رودبار اتفاق میفته که حتی مثل که از همه جای دنیا هم کمک جمع میکنم واسه ایران میفرستم میگه من مثل اون زلزله زدم جیا یه ایزدی تو بیتونه و آبیا منجیلم با همه اهالیاش صدای به زنجیر یعنی وقتی که جوهر روی شمشیر داره پاک میشه با دستمال تشویق هنر ابزار ترویج آش یخ همراه احکام کشکی من کیم یه بندم شرمندم یادم رفته لبخندم دست به تخم مرمق میاد اسرائیل سر وقتم چه زباله دونه تاریخ تاریخ میشه قلبم خون میزنه از چشام بیرون محتاج یک کاسه جون بین فقیر و غنی قبلم کوتاهی حافظه عموم من نقصم نقص عامل سقوط ببین اصل من یه باکره فاش است استاد من کیم یه دیوونه که هیچی نمیدونه. بچه این کورس رو کی داره میخونه؟ این صدای هیچ کسه؟ من کیم یه دیوونه که هنو هیچی نمیدونه. من کیم یه دیوونه که هیچی نمیدونه. من کیم یه دیوونه
کن و هیچی نمیمونه. من کیم یه دیوونه که هیچی نمیدونه. من کیم یه دیوونه کن و هیچی نمیدونه. هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانم، هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم. کیستم من؟ کیستم من؟ چیستم من؟ حتما برای من بنویسید که این نریشن مال کیه. چقدر قشنگ بود، مثل شعرهای مولانا بود، خیلی آهنگ قشنگی بود. دو تا پارت داشتش، هم داشت در مورد خودش میگفت، هم هیچکس در مورد خودش گفت و از خودش تعریف کرد، هم فدایی از خودش گفت در مورد خودش توضیح داد. و احساس میکنم دیس مستقیم به شخص خاصی نبود، بیشتر داشتن در مورد خودشون توضیح میدادن، مثل آهنگ چی شنیدی بودش، یعنی تو اون فاز بود. تو چی شنیدی هم همش داشتن در مورد خودشون حرف میزدن دیگه، که میگفتن ما اینیم، تو در مورد ما چی شنیدی. اینم هم تقریبا توی همون فاز بود. و خب موسیقیش هم که هر وقت میشنوی کاملا میفهمی که این آهنگ مال مهدیاره. اصلا این سبک، سبک ملتفته، یعنی خاص خودشونه و امضای مهدیار پای این آهنگ بودش. خیلی قشنگ بود. حتما از این آلبوم آهنگای دیگه‌ش هم ریاکشن میکنم، خیلی برام نوشته بود اینا رو. مطمئن باشین کل آلبوم مجاز رو با هم دیگه گوش میکنیم. و اگر هم دوست داشتین کامنت بذارین، بگین که در مورد هیچ کس یه مطلب براتون حتما درست بکنم. البته شما خیلی چیزا رو بهتر از من میدونی، من مطالعه زیاد کردم این برام و چیزای جالبی در موردش خوندم و واقعا فکر میکنم موسیقی رپ فارسی وامدار هیچ کس هستش. حتما باید یه برنامه جدا واسش درست بکنیم. از آهنگایی که به معرفی میکنین، از کامنتاتون، از اینکه هستین خیلی ممنونم. مراقب خودتون باشین، برای من کامنت بذارین. خدافظ.